میزن. خب به نظرتون آقای ویس کرمی، آقای ویس کرمی، من تعبیر علمی به کار بردم از قول یکی از اندیشمندان غربی تحت عنوان سکای قلاد بلند غربگرا. آقا بذاریم با هم یک کمی جزئی تر پیش بریم. یکی این که حالا رئیس سابق CIA رو شما مثال زدیم به عنوان کسی که این جمله رو ازش نقل کردیم. آقا ما که اخلاق مداری و دیگه بالاخره کارکردهای اخلاقی و مجازیمونو که از رئیس سابق CIA قاعدتا نباید یاد بگیریم، که باید قاعدتا از مسئولین کشورمون آموزش بگیریم که یک نماینده شما هستیم به هر حال. و بعد یه نکته دیگه هست، ببینید یه طرحی که هنوز تصویب نشده، به هر حال در خود مجلس منتقدانی داره، مخالفانی داره، موافقانی داره، همین موافقان و مخالفان نماینده گروه‌هایی از مردم میشن در شهرهای مختلف که باز اونها موافقن مخالفن، بنابراین خیلی عادیه، خیلی مشخصه، یه چیز خیلی شفاف و معمولیه که یه طرحی که هنوز تصویب نشده هم موافق داشته باشه هم مخالف داشته باشه. حالا اینا باید یه جوری همدیگر قانع بکنن که در نهایت یا یه طرحی در هر زمینه‌ای یه طرحی تصویب بشه یا تصویب نشه. نمیتونیم از همین الان بیایم بگیم آقا هر کی مخالفه یا گرگه یا سگ قلاده بلند. اصلا نه ما نیومدیم این کارا، یعنی شما در خیلی این لفظایی که به کار رفته خیلی ناجور بوده. آقای نوری رو گرفته بودید. من پیشنهاد میکنم به جای اینکه یک آقا اون یه برنامه دیگه بوده، اون یه برنامه دیگه در شبکه خبر، این الان یه برنامه دیگه است. شما گوش کنید، لحظه گوش کنید. ما دو دسته رو گفتیم اینا مخالفن. خب نگفتی مردمن که. خب این دو دسته مخالفا کیان؟ بله دو دسته، یک سری که اونا هستن که میخوان سوء استفاده کنن از این فضا که معلومه کیا هستن، یه دسته هم اونهایی بود. اون تعبیری که من به کار بردم تعبیری بود که یکی از این اندیشمندان غربی اینو به کار میبره. یعنی قبول ندارین که تعبیری که به کار بردین روی کرده خیلی منفی بله. ایجاد کرده؟ من که زاویه از زاویه علمی و یک زاویه به قول معروف آسیب شناسانه قضیه رو بررسی می‌کردم، اون تعبیر رو به عنوان یه قشر خاصی به کار بردم. آقای ویس کرمی الان یه سری از مخالفین این طرح در مجلس کنار شما می‌شینن. مورد افکار غربی‌ها و لیبرال دموکراسی آمریکایی هستن. اینا آقای ویس کرمی سگ‌های قلاده بلند. آقای ویس کرمی بله بالا نبینید. عرض کنم خدمتتون که یه سری از مخالفین این طرح الان در مجلس کنار شما هستن. ما عرض کردم اینا نیستن که مخاطب ما. دارین قربانگری میکنید. چرا در توییتر فارسی که مخاطبانش همین ایرانیای خودمون هستن چرا پس اینجا نوشتین؟ شما بر جایی این رو نوشتین که دنبال کننده های صفحه شما هستن، همشهری های شما که نمایندهشون هستید نگاه میکنن، از سایر مردم کشور که به عنوان اینکه شما نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستین شما رو دنبال میکنن. بله خب مطلبی که اینجا نوشتین خب به همه اینا برمیگرده. من توییت های بعدی رو زدم که بگم منظورم یک به اصطلاح علمی بوده، ولی چون برداشت بعد ازش شد توضیح دادم. بعدش گفتم منظور ما مردم نیستن، مخالفین همه نیستن، یک گروه خاصی هستن. حتی آقای ویس کرمی یه تجربه خوبی هم برای خود شما شد که استخدام کلمات در فضای مجازی میتونه چه تبعاتی داشته باشه. برای همه ما احتیاج به آموزش و یادگیری داریم دیگه. دارم. به همین خاطر هم از روکم فضای مجازی حتماً خیلی مهمه و حتما باید قانونمند بشه و آقا قانونمند بشه احتمالا اکانت شما ریپورت میکنن دیگه، نمیتونین موقع توییت بنویسین.